سلام و عرض ادب. از امروز بنا دارم یک سری نکات در مورد سرمایه گذاری خدمت شما عزیزان ارائه بدم. عکسی رو که اینجا ملاحظه می‌فرمایید الان می‌بینید آقای ری دالیو هست. آقای ری دالیو مؤسس بریج واتر اسوسییتس است که بریج واتر اسوسییتس از یک در واقع دفتر بسیار کوچکی در آپارتمان آقای ری دالیو شروع شد و تبدیل شد به بزرگترین هج فاند دنیا. بنابراین مطالبی که آقای ری دالیو در زمینه سرمایه گذاری مطرح میکنه حائز اهمیته، میتونیم بهش توجه بکنیم و روش فکر کنیم. اخیرا یک ویدیو کلیپی از ایشون در اومده و توضیح داده که اولین اصل سرمایه گذاری، اگر شما میخواید پولسازی انجام بدید، اگر میخواید ثروت بیاندوزی چه هست؟ برداشت عموم این هست که وقتی شما میخواید ثروتمند بشید باید یک دو سه تا موقعیت سرمایه گذاری خوب رو در واقع بشناسید، حالا یا خودتون بشناسید یا از کسی، مثلا کسی معرفی کنه، شما برید در اونها سرمایه گذاری کنید، پولتون مثلا 1 میلیون برابر بشه، خب شما ثروتمند میشید. آقای ری دالیو مطلبی رو که مطرح میکنه کاملا در تعارض با این اصل شهودی هست که ما در ذهنمون هست. ایشون میگه اگر خواستی که ثروتمند بشی، اولین کاری که باید انجام بدی این هست که باید به اصل دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی شما توجه داشته باشید. خب سوال ما این هست که دایورسیفیکیشن یا متنوع سازی چیست؟ به قول معروف میگن همه تخم مرغات رو تو یک سبد نگذار. خب ما هم سعی میکنیم این کار رو انجام بدیم، ولی چطور ما موفق نمیشیم ولی ری دالیو موفق میشه یا وارن بافت موفق میشه؟ واقعیت این هست که ما در دارایی های سرمایه گذاری میکنیم که این دارایی ها همبستگی زیادی با هم دیگه دارن. مثلا در بازار بورس میریم 100 تا سهم میخریم، خب این بازار بورس یک مقدار زیادی، مخصوصا بازار بورس ایران، ریسک های سیستماتیک بالایی داره، یعنی با هم بالا میرن با هم پایین میان. ما اگر توصیه هایی کرده بودیم در زمینه اصلاح بازار سرمایه به این دلیل بود که این در واقع همه بازار با هم دیگه اضافه سبز نشه یا همه بازار با هم دیگه قرمز نشه. علی ای حال الان وقتی هست که دوباره سرمایه ها به سمت بورس در واقع هجوم آورده، دوباره داره اعتماد به بازار سرمایه برمیگرده. توصیه های ری دالیو رو جدی بگیرید. ایشون در این ویدیو کلیپ اعلام میکرد که وقتی که شما دایورسیفیکیشن انجام میدید، یعنی دارایی هاتون رو در 10 تا 15 تا دارایی مختلف تقسیم میکنید، ریسک شما تا 80% کاهش پیدا میکنه بدون اینکه اصلا بازده شما کاهش محسوسی داشته باشه. پس این خیلی مهمه. چرا؟ برای اینکه در اکثر اوقات شما وقتی میخواید بازدهتون رو افزایش بدید، همزمان ریسکتون هم افزایش میدید و در جهت افزایش بازده متاسفانه میرید به سمت ورشکستگی، میرید به سمت اینکه برای خودتون مشکل ایجاد کنید. ولی اگر دایورسیفای بکنید، اگر متنوع بکنید سبد داراییاتون رو، خیلی میتونه موثر باشه. یعنی چی؟ ببینید، دارایی شما احتیاج دارید که دارایی های احتیاج دارید که با همدیگه کورلیشن بالا نداشته باشن، با همدیگه همبستگی بالا نداشته باشن. این درست نیست شما یک سبد سهام دارید، خونه منزل شخصیتون رو بفروشید بیارید بذارید داخل بازار سهام. این شما ضرر خواهید کرد با این مسئله. شما باید سعی کنید که دارایی های کاملا متنوع داشته باشید. یعنی مثلا اگر که شما 7 میلیارد تومان پول دارید، مثلا 2 میلیارد تومان تا 5 میلیارد تومان شما میتونید در بازار سهام بگذارید در بلند مدت، که من عرض میکنم کمتر از این، و بقیه رو در جاهای مختلفی بگذارید که همبستگی بالایی با همدیگه ندارن. مثلا در مسکن سرمایه گذاری کنید، مثلا در زمین کشاورزی سرمایه گذاری کنید، یا مثلا در طلا و ارز سرمایه گذاری کنید که اون به نظر میرسه دارایی هست که بازدهی نداره. یعنی اگر در طلا میخواید سرمایه گذاری کنید، در ارز میخواید سرمایه گذاری کنید، ای کاش جایی سرمایه گذاری کنید که سرمایه گذاری دلاری باشه، نه این که به طور خیلی کاملا منفعل در این بازار سرمایه گذاری بشه. علی ای حال بهتر از این است که همه داراییتون رو در بورس بگذارید. در بورس هم حضور داشته باشید، چه بازده مثبت باشه چه بازده منفی باشه، در بازار سرمایه هم حضور داشته باشید. همونطور که چه بازده بازار مسکن مثبت باشه و چه منفی باشه، شما در بازار مسکن هم حضور دارید. حساب بانکی باز میکنید، در شرایط فعلی نرخ بازده حساب بانکی کلا منفیه، نرخ بازده واقعی منفیه، به شما 20% پرداخت میکنن، تورم 50%. دقت میفرمایید؟ ولی این توصیه نمیشه که حساب بانکی نداشته باشید، این توصیه نمیشه که وجه نقد نداشته باشید. سعی کنید سبد دارایی هاتون رو کاملا دایورسیفای کنید، متنوع کنید، و سعی کنید حواستون باشه که اگر این دارایی ها با هم دیگه ارتباط تنگ و تنگ دارن، این دیگه اسمش دایورسیفیکیشن نشود. این در واقع خودتون رو گول نزنید، سعی کنید دارایی های کاملا
کاملا متفاوت پیدا کنید و در این دارایی های متفاوت سرمایه گذاری کنید. در بازار سرمایه اگر خواستید سرمایه گذاری کنید، من خودم توصیه‌ام همیشه این هست که بین 7 تا 10 سهم خریداری کنید. ما یک دوره رو چند وقت پیش داشتیم تحت عنوان دوره ثروت آفرینی و اصول سرمایه گذاری که در وبسایت کلینیک اقتصادم هست، میتونید تهیه بفرمایید. در اونجا ما زندگی نامه 10 سرمایه گذار برتر دنیا رو و روش فکر کردن اینها رو ما ارائه داده بودیم. در اونجا عرض کردم خدمتتون مثلا توصیه که آقای وارن بافت داره این هست که خیلی سر خودتون هم شلوغ نکنید، چون اون وقت ریسک عملیاتی خواهید داشت. یعنی چه ریسک عملیاتی؟ یعنی نمیتونید به خوبی مدیریت کنید. پس سعی کنید دارایی هاتون رو متنوع کنید. در متنوع سازی مهم این است که دارایی ها خیلی از هم فاصله داشته باشن، خیلی با هم متفاوت باشن. فاصله فیزیکی منظورم نیست، از نظر بازده با هم دیگه تفاوت جدی داشته باشن. در بازار سهام هم حتما حضور داشته باشید. 7 تا سهم هم خریداری کنید عالی است. 7 تا سهمتونم از در واقع صنایع مختلف باشه. موفق باشید. باز برمیگردم. خدا نگهدار شما.